من اسمم سوسن فرخ‌نیاس، از قبل از اینکه حتی به خارج مسافرت کنم، چون من 3 سال قبل از انقلاب ایران رو ترک کردم، توی ایران به عنوان هنرپیشه کار میکردم و کارم هم با وارد شدم به دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی شروع کردم و 17 سالم بود اون موقع که شروع کردم. خیلی هم مشکل بود، برای اینکه خانوادم، با اینکه خانواده مدرنی بودن، به خصوص پدرم، شدیداً مخالفت کردن. خیلی حرف قشنگی می‌زدم، می‌گفتن تو فرهنگ ما خانوما وقتی شروع کنن کارهای هنری کردن، اونا که میان تاج میخوان به پرپاچه تو نگاه کنن، دخترم کسی به هنرت نگاه نمی‌کنه. و من به پدرم قول دادم که کسایی که به تئاتر من خواهند اومد میان که هنر منو ببینن. 17-18 سالگی که شروع کردم کار کردم، اون ته دلم هیچ وقت اینجوری نبوده که تنهایی کار کنم و ستاره بشم و آی برم اینجا. همیشه دلم خواسته گروه باشه، دور هم باشیم، با هم کار کنیم. نتیجتاً فکر کردم باید این گروه تشکیل بشه. همراه و همکارم مصطفی شفافی که یار منم هستن، از اون با من با همدیگه سال 2000 یک شرکت رو به اسم شرکت سام لیمیتد باز کردیم. تمام 25 سال امشب نصف شبی از اول چون یا نه آره دو تایی تنهایی دیگه برم. ما دو قسمت کار میکنیم، هم فرهنگی کار میکنیم هم هنری. ما خوشبختانه الان یه بودجه‌ای داریم از بیگ لاتاری که تمام یک شنبه ها از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر توی گولد سکرین در یه چرچی، در یک چرچ هولی، 3 ساعت اعضای خانواده با همدیگه میتونن بیان، هم تاریخ و ادبیات زبان فارسی، مثلا الان آقای شفافی دارن روی حافظ کار میکنن، این شعر حافظ خونده میشه، تحلیل میشه، چیزایی ازشون یاد میگیریم که هم میان هستیم. خانم لاجوردی به یه سبک خاصی به کسایی که واقعا نتونستن انگلیسی رو اینجا راحت یاد بگیرن انگلیسی یاد میدن که بتونن خودشون رو نچن. بعد من بعد از آخر سر من با همه کار تئاتر میکنم. حالا این کار تئاتر میکنم، بعضی تئاتر دوست دارن، دلشون میخواد کار تئاتر کنن، بعضی میخوان احساس اطمینان کنن برای اینکه یه جایی صحبت کنن، به خصوص به انگلیسی. از چیزایی هم که استفاده میکنم، این یه سبکیه که توی تئاتر ما بهش میگیم پلی بک. این تو اولش تو انگلیس شروع شده، بعد تو استرالیا خیلی روش کار کردن که تماشاچی ها یا اونایی که توی سالن هستن داستان زندگی خودشون رو، حالا اینجا ما میگیم داستان مهاجرتتون رو تعریف کنیم، بعد اون داستان رو میگیریم کم 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 با خودشون به زبان انگلیسی یا فارسی میذاریم رو صحنه، میکنیمش یه نمایش. در این مرحله الان کلاسایی که هستش کلاسای انگلیسیه که خیلی به درد کسایی میخوره که حسین رفتن به آکادمی اینجا و کالج و اینا ندارن، به خصوص بزرگ سالایی که میان بعد روشون نمیشه صحبت کنن، حوصله ندارن برن با بچه های دیگه صحبت کنن. و سرپرستی این کلاس های ما با خانم لاجوردیه و یه سبک خیلی خوبه مثل مونتسوری اسکول به سطح های مختلف کار میکنن. کلاس های ادبیات و تاریخ فارسی داریم که آقای شفافی سرپرستی میکنن و اینم باز دوباره تو سطح های مختلفه. یعنی اگه یه جوونی که انگلیسی حرف میزنه، فارسی رو هم دوست داره، تو دانشگاه اینجا داره، ریشش زبان، یعنی به زبان انگلیسی داره تحصیل میکنه ولی زبان فارسی رو دوست داره، میخواد زبان باز کنه به اینکه بتونه فارسی صحبت کنه یا شعر فارسی بخونه، خب مثلا آقای شفافی با این سری دانشجوهایی که از دانشگاه میان کار میکنن تو اون چیز، تو اون کلاسا. منم کار تئاتر که میکنم فقط کار تئاتر نیست، اولا اولش فیتنس داریم، ریتمیک ورم اپ داریم در واقع، و اینا هم اینا رو کار میکنم، هم حضور و فن بیان و اینا رو روش کار میکنم. اگه کسی میخواد شعر بخونه، میخواد صدای خوبی داشته باشه، یعنی به یک نوعی این 3 تا کلاس رو ما در واقع. و خب ما هر ماه هم خوشبختانه یک که الان خانم
شهین نژاد با ما کار میکنن. ایشون روانشناس هستن، روانشناس فامیل هستن و روانشناس خانواده هستن. ایشون همیشه استند بایم به یک نوعی توی گروه با ما وقتی که یک شنبه ها کار میکنیم. مشکلی داشته باشن خانواده ها، مسئله تربیتی در رابطه با بچه هاشون داشته باشن، در رابطه با بچه های جوانشون و جوانشون داشته باشن، ایشون همیشه هستن برای اینکه کمک کنن، به طور خصوصی ایشون رو ببینن، همون جا یک شنبه ها ببیننشون و باشون صحبت بکنن. این کار فرهنگی که الان داریم میکنیم در واقع این هستش. اگه بخوام راجع به تفاوت تئاتر کار کردن در ایران و در انگلستان صحبت کنم، خب ما اون موقع که قبل از انقلاب که ما خوشبختانه میگم من جزو آدمای خوشبختی بودم که در یک پیشرفت و گشایش به طرف دنیای به طرف تئاتر بین المللی زندگی کردم که من بعضی وقتا فکر میکنم اوایل که اومده بودم فکر میکردم که چقدر ما امکانات بیشتری داشتیم اونجا. الان وقتی از دور نگاه میکنم و با دوستانی که در تماس هستم، خب میدونین سانسور چیزی هستش که حالا هر جای دنیا باشه، به هر شکلی باشه، به یک نوعی روح و روان هنر رو خفه میکنه. شما مجبور میشین تظاهر کنین، نه چون اصلا نمیتونیم قضاوت کنیم دیگه. هنر به محض اینکه نفس نکشه، به هر دلیلی هنرمند به محض اینکه مجبور شه خودشو سانسور کنه، خودش به خودش بگه من واقعا فکر میکنم بسیار کار دشواری دارم میکنم و نه چون من به خودم اصلا نمیتونم اجازه بدم قضاوت کنم، چون این چیز ناب و خالص رو ندارن که بتونن با هنرشون برخورد بکنن. خب ما اینجا نفس میکشیم، هیچکی به ما نیست بگه کدوم تکس انتخاب میکنین، چجوری باید بازی کنین، این کارو بکنین، اون کارو نکنین. و خب بدبختانه تو جایی که سانسور، کشوری که سانسور هست، اینقدر مجبورن سمبولیک صحبت کنن. شما دیگه اصلا دیگه فقط به اون داستان و چجوری سمبولیک با زبلانه تونستن راجع به مسئله ای صحبت کنن نگاه میکنین که دیگه اصلا آرتیست رو نمیبینین، اصلا هنرمند رو نمیبینین. خاطری که همیشه همه جا تعریف میکنم، تماشاچی با تماشاچی فرق نمیکنه. من کدو قلقلی که داشتم بازی میکردم تو تئاتر شهر، خب این برام چیز شده بود دیگه. توی چه زندگی میکردم، خونم هم خیلی از تئاتر شهر دور نبود. یهو تو اون ساختمونی که زندگی میکردم همه فهمیدن که بچه های اون ساختمون فهمیدن کدو قلقلی منم. منم یه خانمی میومد، یه ننه پیری داشتیم که همون می اومد گاهی کمک میکرد، مثلا چون من روزی 18 ساعت کار میکردم، خونه منو تمیز میکرد و اینا، کلید میذاشتم زیر پدری. یه روز رفته بودم سر تمرین بودم، یه شب اون دربونی که اونجا داشتیم ترکم بود، تلفن کرد و اینا که خانم فرخنیا چه نشستی بود و این بچه ها رفته بودن کلیدو از زیر اون در برداشته بودن، در خونه من باز کردن که برم ببینم خونه کدو قلقلی چه شکلیه که اینو چیز میکنم. گفت من دعواشون کردم، گفتم نه تو رو خدا دعواشون نکن، برای که من آنها فهمیدم که اینا میخواستن ببینن این کدو قلقلی که رو صحنه دیدن خونش مثلا باز همونجوری مثلا آب نبات داره، نمیدونم. خلاصه چه خودم رو رسوندم و سر رو آب نبات خریدم و یه سری بهشون آب نبات دادم، نشوندم، گفتم نه بابا من هنر پیشم. دلم نمیخواست این اتفاق بیفته و اونا توی چیز باشه. یکی این بود، خیلی جالب بود. یکم با سودابه داشتیم توی نمایش ایرج جنتی عطایی رفت و برگشت بازی میکردیم، من رول بدجنسه رو داشتم، شبح کابوس سودابه بودم، سودابه نویسنده بود. من سودابه رو صحنه خیلی با هم بدبستون خوبی داریم، یه صحنه خیلی قشنگه که من هی میام پای سرش بهش میگم باید این کارو بکنی، از شوهرت جدا شی، برنگردی ایران و اینا. خیلی نمایش قشنگی بود اتفاقا. یه خانم ردیف دوم نشسته بود، یه صحنه من تا وارد شدم اون خانم درست میسین که مثلا این فیلمه من نمیشنم، یه گفت وای الهی ذلیل شی باز این اومد. من اینقدر خندم، خودم خندم گرفته بود، برای خودم رو کنترل کردم، ولی به خودم گفتم نگاه کن این چقدر کاراکتر منو باور کرده، ذلیل شی باز این دوباره اومد. نجار یه لاغبا بایستی که آخه باور کن هیچی بدتر از این نیست که آدم با شوهرش از صبح تا شب راجع به تخته و عره و چوب و میخ و سیخ حرف بزنه. درست نمیگم؟
حالا قربونتم، بعد دیگه تو باید به فکر خودت باشی، اینقدر به فکر پسرت نباش. اون تحفه ای از طرف اسمشو نبر نیست، اسمشو نبر از این تحفه ها به کسی نمیده مادر. من در مورد تجربیات خودم اگر بخوام بگم توی هنر، باید بگم دو نوع هنر وجود داره. یه نوع هنرمندی هستش که میاد هنرمند میشه برای اینکه حالا معروف بشه، حالا میخواد پولدار بشه، حالا میخواد زیباییشو نشون بده، زن و مرد، حالا هرچی. شروع میکنه با چیزای تمام تفکرش و مسیرش بستگی پیدا میکنه به اتفاقای روزمره‌ای که میفته، از سیاسی گرفته، خانوادگی گرفته، اجتماعی گرفته اینا. ولی یکی هست که اون نطفه هنر توش وجود داره، اون میره دنبال هنر ناب، اون یه مسیری که اون یک هنریه که جهانی هم هست این قضیه، اون زیر داره میره واسه خودش جلو و زمان نداره، نه زمان داره نه مکان داره. کسایی که میخوان تو خارج از کشور کار کنن، همون قدم براشون تو ایران مشکله. اگر میخوان اینجا برسن به یه جایی که بعدن یه بودجه یا یه جایی بگیرن، اینی که آقا من بلدم و یه چیزی اینجا هست و بیان، از این راه ها نیستش. یه راه درست داره، باید یک تشکیلاتی باشه، ساختمانی داشته باشه، میخواد چریتی باشه باید شماره چریتی داشته باشه. ما سعی داریم میکنیم که یه جورایی راه بزنیم به و اینجا اجازه بگیریم که چهارشنبه سوری بگیریم توی پارک و این حرفا. به همون گفتن شما تا تشکیلاتی پشت این قضیه نباشه، یه چریتی، یه خیریه، یه چیزی که ما ازشون امضا بگیریم که هلتن سیفتی، یعنی امنیت اون برگزاری اون قضایا دست چهار تا آدم حرفه‌ای هستش، ما هیچ جور گونه اجازی به شما نمیتونیم بدیم. قانون داره مملکت، یعنی الکی نرین دنبال چیزی. میخواین چیزی رو راه بندازین، آکادمیک برین دنبالش، اینفورمیشن بگیرین، اطلاعات بگیرین، اینجوری برین. طول میکشه ولی هم راهش شیرین تره، آدم یاد میگیره، هم ممکنه به یه نتیجه‌ای برسه. درصد به نتیجه رسیدن درستش بهتره به نظر من.